فرشاد سلام. سلام، خسته نباشی. صدا میاد؟ صدات میاد، اگه میشه سری برو سر اصل مطلب. یکم من فقط این بحثایی که میشه واقعا خیلی یعنی یکم پیش با افتاده است، یعنی یه بحثاییه که باید آدم قبل از اینکه بحث بکنه اول چارچوباشو مشخص کنه، چون الان مثلا اگه دین رو در نظر بگیریم تو همه کشورها تأثیر داشته، رو مثلا رفته وارد فرهنگ شده، بعد بعضی یعنی کشورها به خاطر سواد و اینا مثلا کمتر اونو جدی میگیرن، بیشتر متمدن شده، ولی یعنی نمیشه از بینش برد. یعنی حالا مثلا کسی اتیست شده، خیلی وقت مثلا افکار اتیستی داشتم، ولی یعنی دین با فرهنگ میکس شده، تو ادبیات ما هم میکس شده، یکم سخته یعنی از بینش ببریم. این خب خیلی ادیان قدیمی هم وجود داشتن که کاملا تمام نصف فرهنگ همه جهان بودن و اون ادیان دیگه از بین رفتن. تازه ما اگر میخوایم از بین برن، میخوایم به شکل دینی از بین برن. اگه تو فرهنگ ما یک سری مثلا الگوهاشون بمونه و اینا، مشکل نداریم. شما نگاه کنید ادیان رومی ها خب و ادیان یونانیان، بزرگترین امپراتوری جهان این ادیانشون بوده و تمام فرهنگ هم غالب بر تمام فرهنگ نصف جهان، نصف تمدن، یک سوم تمدن جهان بوده اون موقع. ولی الان این ادیان دیگه اصلا وجود نداره. شما نمیتونید بگید چون این ادیان غالب بوده الان تو همه فرهنگ ما اینقدر نفوذ کرده، برای همین حذفش غیر ممکنه. ما از تاریخی میتونیم بگیم که اصلا اینجوری نیست. اتفاقا تغییراتی که اون موقع اتفاق میفته و این ادیان به طور کامل حذف شدن، البته به طور فرهنگی حذف نشدن، ولی به معنی یک دین حذف شدن. خب الان ما اون تغییرات به شدت سریعتر داره اتفاق میفته به خاطر اینترنت، به خاطر سوشال میدیا. یعنی شما نگاه بکنید تعداد کسایی که دارن اون اسلامو مثلا ترک میکنن یا مسیحیت رو دارن ترک میکنن، شدت سرعت اینو ما هیچ وقت تو تاریخ ندیدیم. یعنی اون ادیانی هم که به طور کامل مثلا حذف شدن، ادیان مثلا یونان باستان، مصر باستان، روم باستان، هزاران سال طول کشید، حالا یا صدها سال طول کشید که اینا به طور آروم آروم عوض شد. ولی الان ما نگاه کنیم مثلا تو ایران از یه نسل، ما تو 40 سال آینده نصف مردم ایران دینشون رو ول کردن. مثلا همچین سابقه هم چیزی رو مثلا تو کل تاریخ دنیا نداریم. و شما میگن با اینکه ما قبلا تونستا دین رو حذف بکنیم و با اینکه الان داریم میبینیم تغییرات به شدت سریعتر داره اتفاق میفته، شما داریم میگن ادعا میکنین که حذف این ادیان غیر ممکنه؟ به نظر من نه اینکه غیر ممکنه، یعنی کم رنگ میشه. مثلا هر سال ممکنه مثلا نمازخونا کمتر میشن، ولی عید مبارک رو بیشتر میگن. مثلا نظری رو مثلا نماز روزه شاید نماز روزه نگیرن نخونن، ولی نظریشو میگیره. ولی مثلا فستیوال عاشورا اینا رو میرن مثلا. بله، مگه ما گفتیم یه شبه قرار اسلام حذف بشه؟ شما از کجا میگین اسلام به طور کامل یک روز حذف میشه؟ شما از کجا اینو میدونین که یک روزی اسلام دیگه دین نباشه، دینی نباشه؟ اصلا میتونین همچین پیش بینی بکنین که این غیر ممکنه؟ هیچکی غیب نمیدونه، یعنی هیچکی نمیتونه در مورد اونقدر آینده. پس امکان نداره. خب ما همین، ما با همین امکانش کار میکنیم. مثلا کریسمس و تانکسگیوینگ و هالووین و اینا دی همشون بیس دینی داره دیگه. آها ببین، ما مشکلی با باقی موندن نمادهای دینی نداریم، ولی اگه فقط به شکل نمادی بمونه، ببین لازم چیه. شما همون دینه مثلا یونان باستان هم که مثلا حذف شده، یا روم باستان هم که حذف شده، خب از لحاظ فرهنگی خیلی از نماداش باقی مونده. شما اگه میگین Thursday میشه خدای نورسا، خب ولی مثلا اکثر مثلا تو خیلی از لغتایی که تو کلمه زبان انگلیسی استفاده میشه، همین دو دینای کشورهای اسکاندیناوی که هم نورث میتولوژی بود، الان تو همین Thursday و Wednesday و اینا همش میشه روز خدای Thor. خب ما از فرهنگی استفاده از این نمادار مشکلی نداریم، ما فقط میخوام حذف دین بشه. میدونی لازم چیه؟ یعنی اگه مثلا ما نمیگیم مثلا اگه میخوایم اسلام به طور کاملی روزی حذف بشه، ما نمیگیم بیاییم مثلا مسجد تو استانبول رو بریم خراب بکنیم.
نه اینا بذار قشنگه بذاریم باشه خب، یا اینکه بریم مثلا چیزای باستانی دین اسلام یا مثلا همه هنرهای نستعلیق قرآن رو بریم بسوزونین و اینا خب، ما نه تنها میخواییم باشه لذت هم میبریم. مثلا ما مثلا اگه اسلام هست بشه شما نگاه کنید اصفهان چقدر قشنگه، چقدر مسجدهایی تو اصفهان قشنگه، شما فکر میکنید مثلا ما میخواییم اینا کاملا هست بشه. ببین مثلا شما الان کریسمس رو مثال زدیم خب، من به عنوان یک بی خدا هیچ مشکلی ندارم که اصلا کریسمس رو ازش لذت ببرم، هالووین ازش لذت ببرم، چون دینش ازش جدا کردی، یعنی به اون چیزی که ما باش مخالفیم عقاید دینیشه. شما میتونین از کریسمس لذت ببرین بدون داشتن عقاید دینی خب، شما میتونین برین از یک مسجد بسیار زیبا لذت ببرین بدون که به الله و به محمد اعتقاد داشته باشین، میتونین وارد مسجد بشین، میتونین از یک هنر نسلق یک آیه قرآن لذت ببرین. مشکل چیزی که برای ما خطرناکه اعتقاد به الله و محمد و واقعیت داشتن قرآن و ایناست، یعنی زیبایی هنر یا استفاده از لذت بردن از آداب و رسوم تا وقتی که ایمان نباشه، ایمان قاطیش نباشه هیچ مشکلی نداره. اون درسته، فقط حرف آخر رو میزنم چون ایمانم نسبیه، فکر نکنم مثلا کسی باشه 100% هیچ، یعنی فقط شاید اون داعشی که سر یکی رو میباره مثلا به کل دقیقش مثلا ایمان داشته باشه، 99.99 مسلمان شاید اعتقاد نداشته باشه، مثلا خیلی هاشون از رو عادت انجام میده، وگرنه هیچ که مثلا خود قوانین اسلامی دزدی و فلان و اینا رو مثلا دیگه یعنی فکر کنم کاملا درست. بله بله فرشید، این حرفت کاملا درسته و برای همین پیروزی هایی رو که ما پیروزی حساب میکنیم فقط حذف کامل اسلام نیست، یعنی ما به طور نسبی هم وقتی مسلمان ها میرن از این که مثلا 80% اسلام رو جدی بگیرن میرسن به 20% اسلام رو جدی بگیرن، با اینکه مسلمان موندن، ما اینا رو پیروزی حساب میکنیم. ببین لازم شه، برای همین ما نمیگیم که تو وقتی که ما فقط هدفمون حذف کامل اسلامه، تعریفمون اون هست، ولی بدون هیچ چیزی کمتر از این رو قبول نداریم. نه، ما پیروزی های خیلی کمتر از این رو به شدت قبول میکنیم. ما خیلی دوست دارم که میبینم مثلا مسلمانایی که میبینم که اصلا اسلام جدی نمیگیرن، با اینکه اسمشون مسلمانه خودشون مسلمان حساب میکنن، اینکه اینقدر فرهنگای غیر اسلامی داره روشون تاثیر میذاره که عقایدشون و اصولشون و اخلاقشون رو دارن از جای دیگه میگیرن، با اینکه مسلمان موندن، من اینو پیروزی حساب میکنم. اونا دیگه تو طرف مثلا هدفش این نبوده که، یعنی چیز، چون دنیا به هم وصله، طرف هدفش این نیست که اتیست بشه یا دینی بشه، یه روندیه خودش داره اتفاق میفته. یعنی نه این غلطه فرشید جان، درسته که یک روندیه و خودش داره اتفاق میفته، ولی اکتیویسم و فعالیت های اطلاع رسانی رو تاثیر بسیار زیادی داره خب، یعنی سرعتش رو تغییر میده به شدت. ولی الان یعنی جوری که مثلا حتی تو آمریکا شده، مثلا هم فکر میکنم آمریکا سانسور نیست، ولی مثلا کنسل کالچر هست، مثلا کانال اخبار و اینا. من الان وارد بحث دیگه شدیم، من کنسل کالچر رو با کسایی که اومدن قبلا بالا صحبت کردیم، الان که میخوام وارد بحث اون بشیم، این جدا از چیزی که داریم میگیم خب. من دارم میگم که فعالیت ضد دینی این روند وجود داره، بله دین داره قدرتش کمتر میشه، ولی فعالیت های ضد دینی تاثیر داره. تو همین آمریکا هم شما نگاه بکنید، صحبت های یعنی تمام فعالیت های ضد مسیحی که وجود داشته، مردم از مسیحیت جدا کرده و خیلی از کسایی که بیدین شدن به خاطر نقد و توهین به ادیان مسیحی، به دین مسیحیت بوده که باعث شده که آگاه بشه. اینا تاثیر داره، یعنی زمان میخواد، اقتصاد تاثیر داره، زمان تاثیر داره، ولی فعالیت های رسانه‌ای و آگاهی سازی هم تاثیر داره. ولی یه حرف آخر، ولی دینی که مثلا به وطن پرستی وصل داده بشه، همون کاری که کشورها قدیم انجام میدادن، مثلا ایران که میگه مثلا محور مقاومت و فلان و اینا، چون هر کی مثلا وطن پرست باشه بالاخره میبینه یه چیزی به نفعش میشه، طرف اونو میگیره. بعد یعنی هیچ کی میخواد وطن پرست نباشه، این درست نیست، به خاطر که دین یونان باستان و مصر باستان و یونان و روم باستان اینا هم به شدت به وطن پرستی وصل بود، اتفاقا خیلی بیشتر از الان، به خاطر که دین یک دو دینای گلوبالیستی نداشتیم، دینای کشور رو اتفاقا دین یک کشور هویتش بود، برای همین شما نداشتن دین، نداشتن یک دین یا توهین به یک دین، توهین به همون کشور، توهین به خدایان یک کشور، توهین به خدا کشور حساب میشد. ولی با این حال که این دین ادیان این شکلی بودن، این ادیان هست شدن، برای همین شما نمیتونیم بگین چون یک دین رو
به عنوان ملی گرایی دارن میفروشن معنیش میشه که این دین هست، نمیشه. ما همین چون دینا ابراهیمی فکر نکنم تا چند هزار سال دیگه هست بشن. من 500 سال بیشتر بهش وقت نمیدم، زیر 500 سال، حتی ممکنه 100 سال به نظر من. اوکی همین من مرسی فعلا، خدافظ.